هم میهنان عزیز، بینندگان گرامی سیمای آزادی، سلام و درود بر همه شما. دومین برنامه ساعت وصل در سال جدید رو همراه با شما آغاز میکنیم، آن هم در شرایطی که بر اثر سیاست کلان تلفات انسانی خامنه‌ای کرونا در کشور بیداد میکنه و باعث جان باختن بسیاری از هموطنانمون شده. البته همونطور که شاهد هستیم، هممیهنانمون اخشار به سطوح آمده مرعوب سرکوبگری رژیم و دستاویز قرار دادن کرونا نشدند و به اعتراضاتشون ادامه دادند و هر روز همین اعتراضات رو گسترده و گسترده تر می کنند. موضوعی که در پیش داریم نمایش انتخابات رژیم آخوندی هست که می بینیم محور بسیاری از فعالیت‌ها و تبلیغات رژیم و جنگ و دعواهای باندهای درونی رژیم هم شده و همینطور توسط رسانه‌هاش منعکس میشه خبرها و اطلاعات این موضوع. همچنین بسیاری از فعالیت‌های قیام‌آفرینان و کانون‌های شورشی هم علیه همین نمایش انتخابات رژیم آخوندی هست. در برنامه امروز به همین مهم خواهیم پرداخت، همراه با آقای نادر دادگر، با اشرافی که به مسائل اجتماعی ایران دارند، و البته همراه با شما هموطنان عزیز پاسخ سوالات رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دادگر، بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستین. سلام و درود خدمت شما. با سلام به شما مسعود عزیز و با سلام به هموطنان عزیزمون و بینندگان سیمای آزادی و با عرض ارادت خاص به کانونهای شورشی و جوانان شورشی که امید و باور به سرنگونی رو در سرتاسر ایران این روزها گسترش میدن. با تشکر از شما. خواهش میکنم، بسیار ممنونم از حضورتون در برنامه ساعت وصل. اجازه بدین بحث رو با این موضوع شروع کنیم که ارزیابی شما از فضای سیاسی اجتماعی میهنمون در شرایط فعلی که به هر حال در آستانه انتخابات رژیم هستیم چی هست؟ بله، ببینید، خوبه یه اشاره بکنیم به کارنامه ننگین این رژیم در رابطه با انتخابات. بله، این رژیم که اساساً یک رژیم استبداد مذهبی و قرون وسطاییه و هیچ اعتقادی به موضوع آزادی انتخاب و رأی مردم نداره، در طی این 42 سال حتی یک مورد انتخابات آزاد در داخل ایران برگزار نکرده. یعنی ما هیچ وقت هیچگاه انتخابات آزاد و سالمی در داخل ایران نداشتیم. یکی از نمونه‌های بارز این دستگاه دیکتاتوری و استبداد مذهبی رفراندومی بود که در اوایل انقلاب تحت عنوان جمهوری اسلامی آری یا نه برگزار شد. یعنی شما ببینید در همین جام اعتقادی به این که مردم گزینه‌ای رو که خودشون میخوان انتخاب بکنن رو برای مردم نمیگذاره، میگه جمهوری اسلامی آری و اگر نه پس هیچ. یعنی ما در پایه با چنین رژیمی در بحث انتخابات و آزادی رأی مردم روبرو هستیم. اما در مورد قسم سوال اینکه در چه شرایطی داره این انتخابات برگزار میشه، واقعیت اینه که رژیم در حال حاضر در ابر بحران‌های خودش غرق شده. در کنار این جنگ و دعواهای جناح‌های درونی خودش که در اوج خودش ولی فقیه رو دچار یک استیصال و دچار یک بن‌بست کرده. ما به ازای این وضعیت، یعنی به خاطر همین شرایط و در واقع بن‌بستی رو که خامنه‌ای توش گیر کرده، خامنه‌ای مجبور شده که در دستگاه خودش دست به یک انتخاب راه حل انقباضی بزنه، راه حلی که قطعاً به اصطلاح دردی ازش دوا نخواهد کرد و این هم یک مسیر از مسیرهای سرنگونی نظامش خواهد بود. این راه حل یا این انقباض و یا به عبارتی بگیم جراحی در درون خودش
در نقطه‌ای داره انجام میشه که باید گفت خامنه‌ای و دستگاه نظامش مطلقاً تحمل و ظرفیت چنین جراحی رو ندارن، چرا که به اصطلاح شاهد هستیم این حاکمیت به دلایل مشخص نمیتونه تحمل چنین جراحی رو داشته باشه، اگرچه خامنه‌ای ریسک اون رو پذیرفته و داره واردش میشه و اونو به عنوان یه راه کار برای برون رفتش از این ابر بحران‌ها انتخاب کرده، ولی واقعیتی که ما در صحنه به اصطلاح داخل می‌بینیم چیزی بجز اینه. به عنوان مثال ببینید، تمامیت این نظام، تمامیت نهادهاش و ارگان‌هاش از صدر تا ذیل عناصرش در یک فساد نهادینه شده در این رژیم به اصطلاح قرار دارن. از اون طرف هم نگاه بکنیم میبینیم که دستگاه سرکوب، به همین دلیل دستگاه سرکوب این رژیم هم در اعماق پوسیده است. این رو نه اینکه ما در موردش صحبت کنیم، خود عناصر رژیم در موردش میگن. به طور مثال بخوام اگر تو همین رابطه بهتون توضیح بدم، اینکه بعد از به حرکت رسیدن قاسم سلیمانی و بعد از اون فخری زاده که اینا به اصطلاح بهش میگن پدر اتمیشون، عناصر خود رژیم اعلام میکنن که در هر دو این جریان عناصر نفوذی که در درون خودشون بودن اطلاعات اینها رو دادن و منجر به حرکت رسیدن اینها شد. بعدی که شما استنباطتون این هست که این یک نشانه بارزی هست از وضعیت متزلزل و بسیار بحرانی رژیم آخوندی. ادامه خواهیم داد آقای دادگر، با اجازتون هممیهنمون دوستمون کوروش از کرمانشاه با ما در تماس هستند، صحبت ایشون رو بشنویم. سلام میکنم به کوروش از کرمانشاه، خواهش میکنم بفرمایید. الو، سلام، سیمای آزادی ساعت وست. بفرمایید، صدای شما میاد به خوبی. سلام بر شما. سلام و عرض ادب دارم. خدمت شما جناب آقای کرانی، مجری محترم برنامه ساعت وست، و همچنان مهمان برنامه‌تون جناب آقای دادگر. و در اینجا جا داره از سایر برادران و خواهران در سازمان مجاهدین خلق ایران که همیشه در طول شبان روز فعالن بسیار سپاسگزار و تشکری کنم و با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همگی و برادر مسعود، فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی مقاومت ایران، و خواهر مریم، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. کوروش هستم از کرمانشاه. عرض کنم خدمت شما، رژیم همیشه در تلاش بوده با جلوه دادن یک انتخابات قلابی صحنه ها را با شکوه نشان بده در رسانه ها و تلویزیون ها، صفهای سالیان قبل را اضافه کنه و به تازگی حتی من در تلویزیونشان صحنه هایی را دیدم که به نمایش گذاشتن که او را حضوری با شکوه به مردم در صف انتخابات اعلام کردند. باید عرض برسانم بله، یک حضور با شکوه بوده که همه برای یه سبد کالایی که یه مرغ و دیگه یه حرب روغن بوده کوچیک تشریف داشتن که اینا این صف و انتخابات جلوه دادن. حالا بگذاریم، من میخوام پیغامی را اینجا به رهبر ملعون نظام برسانم. بگو آخه مردی که تو خجالتی نمیکشی، ایران را واسه خودت و حامیانت آباد کردی و سقف و سرپناهش را روی سر ما و بچه هامون خراب کردی، با چه روی هر سال از همگی به زبان میاری که همه در انتخابات شرکت کنند؟ حداقل بگو اکثراً یا همان اکثریت، که آن اکثریت هم از خودت و جیرخوارانت هستند. تو دیگه خیلی بی حیایی. بله، اکثر زیادی هستیم، شرکت می کنیم علیه سرنگونی و علیه سرنگونی شما نظام پلید ما شرکت می کنیم. هوادارانت با
باید منتظر حضور باشکوه ما باشن، خودت و هوادارانت. حضور باشکوه ما برای سرنگونی همتون. با سپاس و تشکر از همگی شما برادران و خواهران مجاهد کوروش از کرمانشاه زیاد وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم. سپاسگزار و تشکرم از شما. بسیار متشکریم دوست عزیزمون کوروش از کرمانشاه از تماستون. بفرمایید آقای دادگر اگر نکته‌ای دارین. بله، درود بر کوروش عزیز و پیام شورشی و روشنی را که به ولایت فقیه درمانده این رژیم دادی. به درستی گفتی کوروش که این رژیم قطعا از همین الان در فکر آمار مهندسی شده برای انتخاباتش هست، ولی باید این رو بگم که باور کنیم که این ولایت فقیه میدونه که مردم ایران، تمامی مردم ایران خواهان سرنگونیش هستن و از این رژیم به تمام و کمال متنفرن. نگرانی این ولی فقیه رأی دادن یا رأی ندادن این مردم نیست. اونها تشبثاتی رو که انجام میده، تقلباتی که انجام میده، صحنه سازیایی که انجام میده برای مصرف نیروهای وامونده و درموندهشه، یا به زن خودش برای چیزای انعکاسات بین‌المللی. ولی از این واقعیت بهتر از هر کسی خبر داره که مردم ایران خواهان سرنگونی اون هستند. مردم ایران نه بزرگ رو بهش خواهند در این انتخابات خواهند گفت. رأی مردم ما سرنگونیه. یعنی این بسیار واضحه و درود بر تو که درست تشخیص دادی و نکته ای رو که در رابطه با شرکت اکثریت مردم ایران در مسیر رأی ما به سرنگونی است. خیلی ممنون است. متشکرم. هموطن عزیزمون کیوان از اهواز با ما در تماس هستن. سلام میکنم خدمتشون. خواهش میکنم بفرمایید. به نام حق، درود خدمت آقای کلانی عزیز، صدامو دارین؟ بله، سلام بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. درود خدمت شما و مهمان برنامه‌تون آقای دادگر. کیوان هستم از اهواز. سعی میکنم زیاد وقتتون نگیرم. غرض از مزاحمت بنده تماس گرفتم تا از هموطنان گرامی خودم درخواست کنم، عاجزانه خواهش کنم تا توی این انتخابات این پازل از قبل چیده شده شرکت نکنم. تا بیکفایتی این رژیم ثابت بشه و انتقام این همه خانواده که بدبخت شدن و این همه استعداد حفظ شده گرفته بشه. در آخرم قصد دارم چند بیت شعر که بنده حقیر سرودم تقدیم به برادران و خواهران مجاهدم کنم، با اجازتون. بفرمایید. چک و نروژ، هند و آمریکا چه فرقی دارد؟ ترکمنچای چین با راشا چه فرقی دارد؟ بس میهن است، من هم سؤالی دارم. دوستان، سرد با سرما چه فرقی دارد؟ شاد بودیم که خدا را شکر ما مقتدریم، حال وضع سوریه با ما چه فرقی دارد؟ آب که از سر بگذرد در وجبش فرقی نیست، این پدر با آن پدر حالا چه فرقی دارد؟ غیر این است که بنی آدم همه آب و گلند، طفل من با زاده آقا چه فرقی دارد؟ انتخابات را کجای دل خود بگذارم؟ خب مگر سارا و نیکا چه فرقی داره؟ همه چیز را گردن کلیددار انداختن، بگو این حسن با علیها چه فرقی داره؟ بر سر سفره من پول نفت دیده نشد، پس دیگر این همه گاز با هوا چه فرقی داره؟ گوشت و مرغ و روغن که دیگر فانتزی است، بفروشید برود، مرغ با دریا چه فرقی داره؟ خواب را هم که گرفتن ز چشم بینا، به فدای سرتان خواب با رویا چه فرقی داره؟ راستی یادم رفت، سیاست است و گونی، اصلا این بازی ها به من چه ربطی داره؟ با تشکر از برنامه خوبتون های کلانی. درود بر شما، بسیار ممنون و چه شعر زیبایی. دقیقا میخوره به وضعیت رژیم. بفرمایید آقای دادگر. خیلی ممنون کیوان عزیز، پیام و خواسته دردمندانت رو شنیدم و فکر کنم همه مردم این به تو پاسخ خواهند داد، پاسخ و پاسخ مثبت، چون به یقین میگم این رو شما هم اطمینان داشته باش. به دلیل همین دردمندی که در پیام خودت بود، مردم ایران هم درد مشترک دارن
و هیچ کس پای صندوق های رای نخواهد رفت. از بابت اون شعر زیبات هم تشکر میکنم. بسیار شعر زیبا و پرمحتوایی گفتید. بسیار ممنونم. هموطن عزیزمون شاهین از مراغه با ما در تماس هستن. سلام میکنم خدمتشون. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید. درود بر شما. من شاهین هستم از مراغه. اولا خسته نباشید میگم به شما و همه همکارانتون و مهمان ویژه برنامه آقای دادگر. درود بر شما، بفرمایید. ببینید، من الان اوضاع داخلی کشور ما خوب طوری شده که مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی مادی هستن. حتی از تأمین کمترین مایحتاج زندگی خود درمانده شدن و سران رژیم به جای اینکه مثلا بیان به مشکلات مردم برسن، دست به دست هم بدم از مشکلات مردم رسیدگی کنن، افتادن به جنگ جناهای سیاسی، به جون همدیگه افتادن، دارن به همدیگه انگشت اتهام رو میبرن سمت همدیگه. آره، انگشت اتهام رو میبرن مثلا به سمت همدیگه و داخل کشور هر کی مثلا صدای اعتراضش بلند بشه به شدیدترین صورت سرکوبش میکنن. در بیرون کشور هم که مثلا هم کشورهای منطقه به کمک نیروهای تروریست همه کشورها دارن دخالت میکنن. ولی ما مردم ایران اینو میخوام بدونن که اجازه نخواهیم داد به هدفشون برسه و موقع انتخابات شنجری و شما ها و کمک مردم انتخابات و دجال و سپاه جنایتکار خراب خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت به هدف خوشون برسن، چون رژیم دیگر هم مثلا مشروعیت داخلیش از دست داده، نه پایگاه اجتماعی سابق رو داره، نه در عرصه بین المللی، یه جوری شده که دیگه به دست و پا افتادن، فقط فکر اینن که به هر طوری شده به هر راهی دست بزنن تا این رژیم فاسد رو حفظ کنن، در حال که ما همچین اجازه رو بنا نخواهیم داد. تشکر میکنم از شما و مهمان ویژه برنامه‌تون، خسته نباشید میگم به همتون. درود بر شما شاهین عزیز از مراغه. بفرمایید آقای دادگر، نکاتی اگه دارین. بله شاهین جان سلام. یا شاسون آذر اغلی، میخوام بهت بگم که پیامی رو که دادی، پیام شورشی رو که دادی که مردم ایران این انتخابات رو بر سر این رژیم خراب خواهند کرد، به واقع همینطور خواهد بود. گفتی اجازه نخواهیم داد که این رژیم کماکان این وضعیت رو ادامه بده و اینطور مردم ایران رو در فقر فرو ببره. واقعا از این میزان شورشی بودنت من که صفا کردم. درود بر تو. گفتی که اجازه نمیدید به رژیم که با دخالتاش در کشورهای دیگه پول مردم و سرمایه مردم ایران رو به جیب اونها بریزه. دقیقا این حرف درسته و همه ما همین هدف رو داریم. درود بر تو. با تشکر مجدد از هموطن عزیزمون شاهین از مراغه سلام میکنیم به دوست عزیزمون برهان از گچساران. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، خسته نباشین. درود بر شما. الو، صدای منو دارین؟ بله، ما صدای شما رو داریم. سکوت میکنیم که صداتون به راحتی بیاد. بفرمایید، خواهش میکنم. قبل از هر چیز سلام میکنم خدمت آقای کلانی، مجری خوب و مجاهدمون و همچنین مهمان ویژه‌تون جناب آقای دادگر. من یه متنی آماده کردم که اگه اجازه بدید این متن رو میخونم. بفرمایید. من برهان هستم از گچساران. با سلام و درود به روان پاک شهدای مجاهد و با سلام و درود به برادر مسعود و خواهر مریم رئیس جمهور برگزیده. در سال 57 ملت ایران بر علیه حکومت ستم شاهی قیام کردند و حکومتی دموکراتیک به دست بیاورند.
از تمام ایرانیان پنهان نیست که انقلاب 57 به دست مجاهدین و با رهبری و درایت برادر مسعود به پیروزی رسید، ولی متاسفانه خمینی جلاد و آخوندهای حرامزاده با حیله و نیرنگ و سوء استفاده از عقاید مذهبی مردم انقلاب را به نفع خود دزدیده و در این راه نیز مجاهدین زیادی به شهادت رسیدند. و اینک بعد از 42 سال ملت ایران به این نتیجه رسیدند که یک حکومت جمهوری دموکراتیک نیاز دارند، نه یک حکومت اسلامی دیکتاتوری. و تنها رسیدن به چنین حکومت قیام و سرنگونی رژیم دیکتاتوری آخوندی است و به قدرت رسیدن سازمان مجاهدین و ریاست جمهوری خواهر مریم می باشد که در این حکومت دین از سیاست جدا، یک حکومت غیر هسته‌ای و به قدرت رسیدن حاکمان با رأی مستقیم مردم و آزادی تمام رسانه‌ها و داشتن حق آزادی و رأی برای تمام ادیان و مذاهب و زبان‌ها و برابری زن و مرد در نظر گرفته شود، همانطور که خواهر مریم رئیس جمهور برگزیده این را بارها تکرار کردند. و ما ملت ایران تأکید می‌کنیم چنین حکومت آخوندی را نمی‌خواهیم و به دنبال حکومت دموکراتیک می‌باشیم که بیشک در سال 1400 با رهبری برادر مسعود و خواهر مریم و تمام مجاهدین خلق به چنین حکومتی خواهیم رسید. و در اینجا از ملت میخواهم، هرچند نیازی نیست تکرار کنم، که در این انتخابات نمایشی شرکت نکنند، هرچند ملت میدانم که شرکت نمی کنند و دیگر حیله و نیرنگ این آخوندهای شیاد هیچ راهی به جایی ندارد و ما ملت ایران خواهان حکومت دموکراتیک هستیم. درود بر تمامی شهدای سازمان، درود بر خواهر مریم رجوی. من در خدمتتون هستم. درود بر شما برهان عزیز، بسیار متشکریم از تماستون و نکاتی که مطرح کردین. آقای دادگر بفرمایید اگر نکته‌ای دارید. بله، در واقع